یک کارمند روانی که به خاطر حسادت دست به کارهای وحشتناکی میزنه. گلاسیا سلام. امروز میخوام با هم فیلم امریکن سایکو رو ببینیم. من اولای کانال تقریبا دو سال و نیم پیش این فیلمو گذاشتم و خیلی زود برداشتم. شو هم کپی رایت داشتش هم روش توضیحاتی نداده بودم. این بار میخوام با هم خیلی دقیق‌تر بررسی کنیمش، چون یکی از بهترین فیلم‌های سبک اسلشره و معناهای سایکولوژیکال خفنی پوششه. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواستون به اسپول کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم یه سرمایه گذار بزرگ تو نیویورک به اسم پاتریک رو میبینیم. پاتریک با یه سری رفیقاش داره صحبت میکنه و بعد تماشا کردن حرفاشون میرن به یه بار. اینجا میبینیم که پاتریک رفتار خیلی عجیبی از خودش نشون میده. اون در حالی که منتظر تا مشروبش حاضر شه، یه دفعه به بارتندر میگه که دلم میخواد با چاقو بهت ضربه بزنم. البته که به خاطر صدای موزیک اون نمیشنوه. روز بعدی میرسه و میبینیم که پاتریک کلی به خودش میرسه، ورزش میکنه، حتی ماسک صورت میذاره. بعدم میره به دفتر کارشون. اینجاست که وقتی منشی میاد داخل، خیلی راحت و بدون هیچ سانسوری بهش میگه که لباسای جنسی تر بپوش، چون وقتی که بیشتر خودتو میریزی بیرون من بیشتر کیف میکنم. با تمام شدن تایم کاریش هم میبینیم که با دختری میره سر قرار که در اصل نامزد پاتریکه. دختری که هی در مورد ازدواج صحبت میکنه و پاتریک هم در آخر کلافه میشه و میگه من فعلا نمیتونم ازدواج کنم چون کارم خیلی سنگینه. میرسن به رستورانی که با چند تا از رفیقاشون قرار گذاشتن و میفهمیم نامزد پاتریک با یکی از دوستای پاتریک اولا در رابطه است و یواشکی دارن بهش خیانت میکنن. از اون طرف با مرد دیگه ای هم آشنا میشیم، مردی به اسم لوئیس که اونم همکار پاتریکه و با دختری به اسم کورتنی توی رابطه است. البته همونطوری که نامزد پاتریک بهش خیانت میکنه، پاتریک هم با کورتنی یواشکی رابطه ای داره. با تمام شدن شام هم پاتریک میاد بیرون، تنهایی به سمت خونه راه میفته و میبینه که وسط راه به یه زن غریبه سلام میکنه. صبح روز بعدی پاتریک داره ملافه های خودشو که انگاری غرق در خونن به یه خوشرویی تحویل میده. البته یه دفعه همکاراش به همینجا میان و وقتی اینو میبینن پاتریک میگه فقط آبالبالو ریخته، نگران نباشه، چیز خاصی نیست. وقتی هم که برمیگرده خونه، در حالی که توی تلویزیون داره یه ویدیوی داستاندار پخش میشه، به همون دوست دختر دوستش یا همون کورتنی زنگ میزنه و ازش دعوت میکنه که شب برن بیرون. کورتنی اول حوصله نداره، مشخص میشه یه آدم افسرده است و کلی هم داروی ضد افسردگی میخوره. با این حال وقتی که اصرار پاتریکو میبینه و میفهمه یه رستوران خیلی خفن هم رزرو داره، قبول میکنه باهاش بره بیرون. شب که میخوان با هم برن هم میبینیم که همچنان به خاطر داروهایی که خورده خیلی گیج میزنه. بعد دیگه اصلا نمیدونه کجان و پاتریک هم به یه رستوران خیلی کلاس پایین میره و الکی میگه همون رستوران خفن است. صبح بعدی که میره سر کار، میبینیم دوست پسر کورتنی یا همون لوئیس میاد سمتش و به جای اینکه دعوای راه بندازه میگه مرسی دیشب به کورتنی رسیدی کردی، بهم گفت که حالش خوب نبوده و اونو تو خیابون دیدی و رسوندیش خونه. بعدم برای اینکه ازش تعریف کنه میخواد بگه چقدر کت شلوار خفنی داری، ولی قبل اینکه دست بزنه پاتریک با عصبانیت خودشو عقب میکشه و میگه جنسش خفنه، نباید بهش دست بزنی. حالا یکی دیگه از همکاراش به اسم پال رو هم میبینیم. پال یه آدم خیلی متکبر و عوضیه و حتی اسم پاتریک هم اشتباه صدا میکنه، اما اون اعتراضی نداره. شروع میکنن به مقایسه کارت های ویزیتی که برای خودشون ساختن و خب مال پال یه مدل خیلی خفن و شیکه که همه تحسینش میکنن. البته پاتریک یه نگاهی با حسادت بهش داره، انگار رتبه پال خیلی تو این شرکت خفن تر و کلا نگاه تحقیرآمیز به بقیه داره و همینم خیلی پاتریکو عصبانی میکنه. به حدی که شب وقتی میخواد بره خونه یه آدم بی خانمانو میبینه، میره سمتش و بدون هیچ حرفی شروع میکنه به تحقیر کردن اون. انقدر ادامه میده که طرفم عصبانی میشه و یه دفعه پاتریک از جیبش یه دونه چاقو در میاره و بهش حمله میکنه، بهش چند ضربه میزنه و در آخر زیر لگداش لهش میکنه و از اونجا میره. روز بعدی هم طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده میره به یه جلسه اسپا یا همون ماساژ، خیلی راحت خودشو آماده میکنه و بعد حاضر شدن از اونجا خارج میشه. به مهمونی دیگه از شرکتش میره که نامزدش هم اونجاست. پال هم همینجاست و دوباره پاتریکو به اسم اشتباه صدا میکنه، یعنی مارکوس. نامزدش هم اینو میشنوه، به پاتریک میگه چرا اعتراض نمیکنی و پاتریک هم میگه ولش کن بابا، اصلا مهم نیست. البته که وسط حرفاش با پال اونو دعوت میکنه تا یه روز با هم دیگه شام برن بیرون که اونم خب قبول میکنه. میریم به سکانس بعدی که زمان شامش با همین پال رسیده. وقتی پال به رستوران میاد، پاتریک از قبل اونجا داره با گارسون صحبتی میکنه، با هم دیگه شام میخورن، مشروب میخورن و پال خیلی خیلی مست میشه. بعدی که پاتریک وسط حرفای رفیق میگه من یه آدم روانی ام و پال بدون هیچ توجهی به حرفش ادامه میده. بعد تمام شدن شام پاتریک پیشنهاد میده که به خونه اون برن و پال هم قبول میکنه. وقتی میرسن میبینن روی زمین یه سری روزنامه پخش شده. پال میشینه، پاتریک میره و یه موسیقی سمفونی قدیمی خیلی خفن پخش میکنه. در همین حال با آرومی میره به اتاقی و پلاستیکی دور خودش میندازه. حالا تبری به دست میگیره، میاد بیرون و بدون هیچ رحمی اونو به کله پال میکوبه. انقدر اینو ادامه میده و هر لحظه در قیافش معلومه که چقدر داره آروم میشه. سکانس بعد بدن پال رو تو کیسه پیچیده و به راحتی اونو از هتل خارج میکنه. به بهونه اینکه یه وسیله از تاکسی میگیره که
یه دفعه لوئیس و دوست دخترش کورتنیو میبینه. خیلی راحت هم میپیچونتشون و خب از شر پال خلاص میشه. ولی برای اینکه نقشش عملی بشه میره به خونه پال و با استفاده از کلیدی که ازش دزدیده درو باز میکنه. توی اونجا یه چمدون برمی‌داره و یه سری لباسای پالو میریزه توش تا صحنه سازی کنه که انگاری رفته مسافرت. حتی پیامگیر تلفنیش هم تغییر میده و میگه که دارم میرم لندن و مدتی نیستم. سکانس بعد تقریبا یک هفته گذشته. مونش پاتریک میاد تو اتاقش و میگه یه کاراگاه پلیس اومده به دیدنت. وقتی میاد داخل پاتریک تظاهر میکنه که داره تلفن صحبت میکنه. بعد مدتی هم تلفن رو میذاره و کاراگاه میگه که برای ناپدید شدن پاول اومدیم باهات صحبت بکنیم. پاتریک هم میگه که من ازش خبری ندارم و بهم گفتن که رفته لندن. کاراگاه هم میگه ما هم فهم کردیم همینطوره، اما خب فهمیدیم که اطلاعات اشتباه بهمون به دادن. پاتریک هم دیگه کلافه شده و میگه من یه ملاقات دارم، برای همینم بهتره زودتر از اینجا برید و کاراگاه هم باهاش خدافظی میکنه. وقتی پاتریک به خونه میره میفهمه کم استرس گرفته و برای همینم داره کلی ورزش میکنه. اون تا شب سوار ماشینش میشه، به محله خلوت از شهر میره و یه دختر تنفروش رو سوار میکنه. توی ماشین هم زنگ میزنه و یه تنفروش دیگه هم هماهنگ میکنه که بیاد به خونش. سه تایی میشینن با هم دیگه صحبت میکنن و میرن به اتاق. پاتریک دوربینی رو نصب میکنه و خب شروع به اشغال میکنن. بعدم خوابشون میبره که یه دفعه پاتریک از جاش بلند میشه. دختران بلند میشن تا برن، اما پاتریک میگه هنوز با هم دیگه کار داریم. کشوی رو باز میکنه که توش میبینیم لوازم متفاوت و وحشتناکی برای شکنجه وجود دارن و سکانس بعد میبینیم که دخترها با بدنهای پاره شده و داغون پولشون رو میگیرن و اونجا خدافظی میکنن. میریم به سکانس بعد. پاتریک و همکاراش دارن صحبت میکنن که دوست پسر کورتنی یا همون لوئیس سر میرسه و کارت ویزیت جدیدش رو نشون میده. کارتی که حتی برای پال هم خفنتره و خب میدونیم این قضیه چقدر دوباره پاتریک رو عصبانی میکنه. برای همینم هم وقتی که لوئیس میره پاتریک دنبالش راه میفته و پاتریک دیگه نمیتونه اعصاب خودش رو کنترل بکنه و یه رفعه میخواد اونو خفش کنه. اما همین که دستش دور گردن لوئیس میذاره، لوئیس رفعه برمیگره و میگه منم دوستت دارم و فهم میکنه این یه رفتار جنسیه. برای همینم هم خیلی پاتریک بیشتر قلب به هم میریزه. یه رفعه میدوه تو دستشویی، دستش با خیلی نفرت میشوره و ازش خدافظی میکنه و میره. روز بعدی که میره سر کار دوباره میبینه کاراگاه پلیس سر رسیده. کاراگاه میاد داخل به پاتریک میگه روزی که پال ناپدید شد شما کجا بودی؟ پاتریک هم بهونه میاره که سر جلسه بودم و اینا و کاراگاه میگه ولی یه نفر شما رو جای دیگه ای دیده که داشتی با پال صحبت میکردی و خب یکم پاتریکو به هم میریزه. اما به خودش مسلط میشه و میگه یکم ذهنم به هم ریخته است، آره اون روز باهاش حرف زدم ولی دیگه ندیدمش. خب کاراگاه هم هنوز قانع نشد و پاتریک میگه من الان کار دارم ولی خوشحال میشم که برای شام بیاید پیشم تا با هم دیگه حرف بزنیم. کاراگاه هم قبول میکنه یه روز تو هفته رو با هم دیگه هماهنگ کنن. بعد تمام شدن تایم کار میبینیم که پاتریک با یه سری همکارای دیگه اش به یک کلاب میرن. اینجا چند تا مدل سر میذارن هم صحبت میکنن که پاتریک هم میره پیش یکیشون میشینه. دوباره صدای موزیک بلنده و پاتریک مست کرد و خیلی هم فهمیدیم روانه، یه رفیقی میگه من عاشق قتل و اینجور کارا. مدل حرفشو اشتباه میشنوه و به خیال اینکه پاتریک تو کار مدلینگ دنبالش راه میفته و به خونه اون میرن. اینجا رو نمیتونم نشون بدم، یکم کپی رایت داره، یکم هم زیادی سانسوره. در این حد بهت میگم که وقتی میرسن خونه پاتریک به شکل وحشتناک این دختر رو هم از بین میبره. روز بعدی دوباره سر کارش و وقتی منشیش میاد داخل، یه رفیق پاتریک میگه باید با هم بریم سر قرار، من ازت خوش اومده. منشی هم انگار خیلی روی پاتریک کراش داشته و سریع قبول میکنه. پاتریک زنگ میزنه تو خفن ترین رستوران شهر یه رزرو بگیره که خب موفق نمیشه، اما به منشی میگه که تونستم این کارو بکنم و نگران نباش، شب فقط بیا به آپارتمانم. شب میرسه، منشی تیپ خفنی زده و میاد داخل و همین که میشینه پاتریک میره به اتاق روی چسب برمیداره. بعدم یه دستگاه میخ پرت کن میاره و پشت سر منشی گرفته و قبل از اینکه شلیکش کنه یه رفعه نامزدش بهش زنگ میزنه. منشی ها که میفهمه هنو پاتریک توی رابطه است بهونه میاره و میگه نمیتونم من اینطوری ادامه بدم و قبل از اینکه بلای سرش بیاد از ساختمون خارج میشه. روز بعدی پاتریک با همون کاراگاه پلیس به رستوران میرن. کاراگاه میگه که ما فهمیدیم آخرین کسی که پال باهاش صحبت کرده بوده تو بودی، اونم توی رستوران و پیش خدمت تو رو تونسته شناسایی بکنه. پاتریک خیلی به هم ریخته ولی قبل از اینکه بخواد توجیه دیگه بیاره کاراگاه میگه همون شب لوئیس و دوست دخترش کورتنی هم تو رو گجا دیدن، برای همینم دیگه عذرت موجه و مطمئنیم که گم شدن پال به تو هیچ ربطی نداره و پاتریک نفس راحتی میکشه. امشب دوباره با ماشینش میره به همون محله پایین شهر، همون دختر تنفروش که قبلا سوار کرده بود و پیدا میکنه و بهش پول بالایی رو پیشنهاد میده تا یه بار دیگه باهاش بیاد. دختر اول قبول نمیکنه چون دفعه قبل اتفاقای وحشتناکی افتاده بود، اما پال میگه که این بار هم پول بیشتری بهتون میدم هم قول میدم دیگه اون کارها رو نکنم. خب دخترم سوار میشه. طبق معمول یه دختر دیگه هم هماهنگ کرد و وقتی که میرن خونه پاتریک توی مشروبشون یه داروی میریزه. اون تنفروش که قبلا اینجا بود یکم به قضیه شک میکنه و وقتی رابطهشون رو شروع میکنن یواشکی میخواد از خونه خارج شه. اینجاست که متوجه میشه پاتریک به شکل وحشتناکی دختر دیگر رو روی تخت
به قتل میرسونه. قبل اینکه بتونه فرار کنه، پاتریک از جاش بلند میشه و اره برقی برمی‌داره و میندازه دنبال این دختر. اونا که داره در میره، در یک کمد یه لحظه باز میکنه و میبینه جنازه چند تا دختر دیگه هم اینجا. اپلای ساختمون میخواد بره پایین که پاتریک قبل از خارج شدن اون اره برقی از بالا میندازه و صاف تو کمر این دختر فرو میاد. دیگه خب میفهمیم که پاتریک به اوج روانی بودنش رسیده. صبح بعدی اول از همه با نامزدش قرار میذاره و بدون هیچ مکسی باهاش به هم میزنه. وقتی که تموم میکنه میره به یه دستگاه خودپرداز و گربه ای رو میبینه. یه دفعه تو ذهنش تصور میکنه که روی خودپرداز نوشته یه گربه من بدید. گربه رو همون رو میگیره و یه دفعه اسلحه‌اش رو روی اون میکشه. اما قبل اینکه بتونه شلیک کنه، یه رهگذری میاد و پاتریک یه دفعه جون اون رو میگیره. متأ این بار صدای شلیک به گوش پلیس هم میرسه و خب خیلی زود دنبال پاتریک میافتن. وسط خیابون اون رو محاصره‌اش میکنن، ولی پاتریک الان قدرت خیلی بالایی هم پیدا کرده. نه تنها جون پلیسا رو میگیره، حتی با شلیک به باک ماشین‌ها اونا رو هم منفجر میکنه. در آخر هم وسط فرارش به همون ساختمون محل کارش میرسه. به محض ورود نگهبان ساختمون رو با شلیک اسلحه از بین میبره. همین بلا رو سر سرایدار اینجا هم میاره و میخواد در دیگه خارج که میبینه پلیس اونجاست و مجبور میشه برگرده داخل. تو دفتر کار خودش پناه میگیره و میبینه حتی هلیکوپترهای پلیس هم دنبالشن. هیچ راهی نداره، تلفن رو برمیداره و با وکیل خودش تماس میگیره که خب اونم جواب نمیده. تلفن میره روی پیغامگیر و پاتریک همه چی رو اعتراف میکنه. میگه چه بلایی سر پاول آورده و میگه که نزدیک به 40 نفر اینطوری از بین بردم. حتی یه وقتایی بدن اونا رو میپختم و میخوردم چون برام خیلی حال میداد. بعدم میگه که من فردا ظهر میام به یه رستوران، بیا اونجا منو ببین، اونجا بعد با هم صحبت بکنیم. صبح بعد میبینیم که پاتریک رفته به خونه پاول، یعنی اولین قربانیش. اینجا یه ماسک میزنه و میره داخل و یه دفعه میبینه که کل ساختمون خالی، انگاری اصلا کسی اینجا زندگی نمیکرده. یه زنی هم میاد اینجا که داره ساختمون رو میفروشه و با دیدن پاتریک میگه از اینجا برو دیگه هم برنگرد. پاتریک گیج شده و اول از همه با تلفن عمومی به منشی خودش زنگ میزنه. بهش میگه که کمک میخوام، باید بیای پیشم و یه دفعه رفتارش عوض میشه. میگه که گم شو، اصلا گیج کاری ندارم و قطع میکنه. منشی هم که به رفتار پاتریک شک کرده میره به اتاق اون که شوهاشو باز میکنه و دفتر خاطراتی رو در میاره که توش پر از نقاشی‌های فوق العاده وحشتناک از بلاهایی که سر قربانی‌هاش آورده. پاتریک دیگه رد داده به همون رستوران میره که با وکیلش قرار گذاشته بود. همکارای دیگه‌اش هم اینجا، وقتی وکیل رو میبینه میره سمتش. بهش میگه پای منو گوش داری، باید چیکار کنم؟ و حتی وکیل هم اسم پاول رو اشتباه همون مارکس صدا میکنه. پاتریک عصبی میشه و میگه الان وقت این مسخره بازی ها نیست. من واقعا اون کارا رو انجام دادم و وکیلم میگه فکر کردم فقط یه مش پیام شوخی برام گذاشتی. پاتریک هم میگه همش واقعی بود و وکیل میگه غیر ممکنه، چون من همین چند روز پیش بود که واقعا پاول رو توی انگلیس دیدم و باهاش غذا خوردم. پاتریک دیگه خیلی شوکه شده و دوباره همه کارهایی که کرده رو تعریف میکنه. وکیل هم میگه خفه شو، این چیزا حرف نزن و ازش فاصله میگیره. پاتریک با حالت آروم و افسرده خودش برگشته. پشت میز پیش بقیه همکاراش میشینه، لیوان مشروبش رو سر میکشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. امریکن سایکو یا آمریکایی روانی خیلی حرفای مهمی رو داره پشت خودش میزنه و پایان بندیش هم به سه شکل میشه برداشت کرد. من هر سه تاشو میگم و شما بنویسید که کدومش به نظرتون منطقی تره. نوع اولی که پایان بندی فیلمو میتونیم برداشت بکنیم اینه که همه چیز فقط توهم های این مرد بودن. مردی که داریم از اول فیلم میبینیم چقدر مشکلات مختلفی توی ذهنشه و خب قطعاً خیلی منطقیه که خیلی چیزها رو توهم بزنه. به خاطر نفرت، به خاطر کینه و کلی چیزهای مختلف دیگه همش توی ذهنش داره جون دیگرانو میگیره، ولی در آخر فیلم میفهمه همه اینا توهمن و برای همینم میشنو خیلی ناراحت داره، مشروب خودش رو میخوره، چون انگاری همیشه دلش میخواسته که شناخته بشه ولی خب دیگه بهش نمیتونه برسه. پایان معنی دوم اینه که پاتریک بیتمن، همین شخصیت اصلیمون، یک سری از اون کارهای وحشتناک رو انجام داده. گفت نزدیک به 40 نفر از بین بردم، شاید مثلا 10-15 نفر واقعی بوده. سندش هم همون دفترچه‌ای هستش که منشیش پیدا میکنه، چون آدمی که هیچ کاری نکرده باشه غیر ممکنه این نقاشی ها و عکس ها توی دفترش وجود داشته باشن. اون تا ما داریم زندگی آدم های فوق العاده پولدار و تاجرهایی رو میبینیم که اصلا به جزئیات توجهی نمیکنن. یعنی فیلم میخواد بگه همشون آدمایی ممکنه جون 10-15 نفر رو بگیرن، ولی انقدر براشون بی اهمیت و کوچیکه که بین زندگی عادیشون گم میشه. حتی وکیل یا همون پلیس هم اصلا بهش توجهی نمیکنه. با این پایان بندی گم شدن پاول رو باید توجیه بکنیم که خب امکان پذیره. همونطوری که پاتریکو از اول فیلم خیلی اشتباه صداش میکنن و اصلا انگاری بین آدمهایی که داره گم میشه برای پاول هم این اتفاق میفته. حتی کارگاه پلیس با اینکه میدونه پاتریک آخرین نفری بوده که با پاول غذا خوردم، نمیتونه اینو توجیهش بکنه و میگه پاول یه جای دیگه هم شاید دیده باشن. وکیل هم ممکنه با یه نفر دیگه شام خورده باشه و خب اونو به اشتباه پاول دیده باشدش. یعنی فقط میخواد بگه که آقا این آدما با اینکه انقدر زندگیشون درگیری داره، انقدر ذهنشون به
فنا رفته، با این حال خیلی وقتا گم میشن بین وقت و میریم سراغ پایان بندی سوم. پاتریک همه این کارها رو کرده. سکانس آخر فیلم وقتی که وکیل میاد پیشش و هی پال میگه من این کارو کردم، آخر وکیل بهش میگه آ خفش برو بشین سر جات، همه چیزو میتونه صحنه سازی کرده باشه. برای همین هم هستش که آپارتمان پال کلا رنگ شده و خیلی اتفاقهای دیگه ای افتاده که انگاری همه رو وکیل براش هماهنگ کرده تا بلایی سر یکی از کارمندای این شرکت نیاد، چون به هر حال اگر یک کارمندی روانی باشه آبروی کل شرکت میره زیر سوال. این پایان بندی هم باز میخواد از این صحبت بکنه که آقا این پولدارا ممکنه هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، مراقب باشید، انقدر هم دور و برشون پره، انقدر هم پشتشون گرمه که اصلا من و شما غیر ممکن ازش خبری بشنویم. به هر حال فیلم یه جوریه که به هر شکلی نگاه پایان بندیشو نگاه بکنی فوق العاده است، واقعا خیلی خفن جمع بندی شده. به نظر من پایان بندی دوم اگه بخوام به عنوان یه سایکولوژیکال هارر نگاهش بکنی منطقی تره، چون توی فیلم های سایکولوژیکال هارر عموما یه سری بحث فلسفی یا روانی خیلی مهم وجود داره و خب بحث قشنگ که توی این پایان بندی دومه هست اینه که چقدر این آدم ها با اینکه انقدر پشتشون گرمه زود به فراموشی سپرده میشن. یعنی ما میبینیم که پال اصلا ممکنه ناپدید شده باشه، هر بلایی سرش اومده ساختمونش خیلی سریع رنگ میخوره و میره، اصلا یادشون میره جون یه نفر رو اینجا گرفتن. در کل توی امریکن سایکو ما پاتریک رو داریم که هدف اصلیش، چیزی که همیشه آرزوش بوده، شناخته شدنه. برای همینم هست که هر بار میبینه یه نفر از خودش بهتره عصبانی میشه، برای همینم هست که حتی جون بقیه رو میگیره به خاطر اینکه میخواد یه جوری پلیسا بشناسنش، خبرش پخش بشه و زندگیش یه هیجان بزرگی بگیره. دوست داره که از این روتینه بیرون بیاد، حالا به هر شکلی که واقعا ممکنه وحشتناک بشه. همینم هم باعث میشه که سکانس آخر فیلم میتونی تو افسردگیش بشینه، چون به هدف خودش نرسیده، هدفی که همیشه شناخته شدن بوده. آقا امریکن سایکو خیلی خفنه، حتما یه بار ببینیدش، نکته‌های مهمی توش داره که شاید من توی این فیلم جا انداخته باشم. امیدوارم خوشتون اومده باشه، دوستتون دارم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، روزتونم گیلاسی.